بسم الله الرحمن الرحیم. مرا هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی. دوستان علیه سلام، ایشالا هر جای ایران زمین هستید حال دلتون خوب باشه. در ادامه این مبحث حد و پیوستگی هستیم، بچه با ما همراه باشید تا انواع تیپ تست ها رو بهتر یاد بگیرید. سوال شماره 37 گفته تابعی با این ضابطه در نقطه به طول 3 پیوسته است، اف 2 کدومه؟ بچه صحبت پیوستگی شد. ببین اون خونه ها رو در نظر بگیر، طبقه اول هر، طبقه دوم پیوستگی، طبقه سوم مماس‌پذیری، طبقه چهارم مشتق. خب تو طبقه اول باید داشته باشی، یعنی باید حد رو داشته باشی، یعنی حد چپت با حد راست موجود و مساوی باشه و بعدش میریم سراغ خونه بعدی که پیوستگی باشه. پیوستگی یعنی آقا مقدار تابر هم باید داشته باشی. اینجا رو ناکنی مساوی داره، پس حد چپ اگر با حد راست مساوی باشه، یعنی تا به حد داشته باشه و با مقدار تاب تو اون نقطه برابر باشه، تاب پیوسته است. پیوستگی یه تعبیر دیگه هم داره، تعبیرش یعنی اتصال تاب، یعنی تاب پاره پوره نشده باشه. اوکی، حالا گفته این تاب در نقطه به طول 3 پیوسته است، یعنی چی؟ یعنی قبول کرده حد داره، یعنی قبول کرده حدش هم با مقدارش برابره. اف 2 کدومه؟ خب اف 2 یعنی مقدار تاب در نقطه 2. 2 رو که بندازی این تو کمتر از 3، بعد بیا اینجا و جکسش بذاری 2. اما اینجا یک مجهول وجود داره به نام آ. پس میریم شرایط رو بررسی میکنیم تا آ رو بکشیم بیاریم بیرون. نگاه کنید. خب بچه اینجا برای همون یاداوریش، ولی همینجا میتونیم حلش کنیم. اگر x به سمت 3 کمتر بره، خب 3 کمتر بالاییه دیگه، میشه 3 آ به علاوه 2 به توان 3 منهای 3. آقا این تابه تابه ساده از قدر مطلق براکت، نکته خاصی نداره، همون عدد رو داخلش قرار میدیم. خب آقای امینی، 3 منهای 3 میشه 0، هر عددی به توان 0 میشه 1، پس نتیجه 3 آی به علاوه 1 رو برای من میسازه. اگر x به سمت 3 مثبت بره، یعنی از 3 یک کوچولو بیشتر، میایم سراغ پایینی. باز هم تابه تابه ساده است، میشه آ لوگاریتم. خب بعد 3 بذارم میشه 1 به علاوه 3 میشه 4 در مبنای 2. همتون میدونید لوگاریتم 4 در مبنای 2 یعنی 2 به توان 2، 2ش میاد پشتش، جواب میشه 2. پس اینجا میشه چند؟ آ 2. آقا این حد راست حد چپ، خب تابع قرار شد پیوسته باشه دیگه، نه؟ حد چپ و راست باید با هم برابر باشن، یعنی آقا امینی چی؟ 3 آی به علاوه 1 شما باید مساوی 2 باشه. خب اینو بیار اینور، اینو برده بیار اینور، پس آی شما میشه منفی 1. حالا که آیه شما شد منفی 1، طراح محترم اف 2 رو خواسته. بچه اف 2 یعنی مقدار تاب در نقطه 2. 2 3 کمتره دیگه، یعنی همون بالایی رو باید داریم سراغش. خب 2 رو بذارم میشه آ چند در آوردی؟ منفی 1، پس میشه منفی 1 در x. x چند بوده بچه ها؟ 2 به علاوه 2 x منهای 3، یعنی 2 منهای 3. خب آقا این که میشه منهای 2، این هم میشه منهای 1، 2 به توان منهای 1 هم یعنی 1 دوم. خب تموم شد، میشه منهای 4 به علاوه 1 میشه منهای 3 دوم، یا به عبارتی منهای 1 و نیم. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 2. حالا دانش آموز لوگاریتم ببینه، نمیدونم تابع نمایی ببینه، فرقی نداره، این بازی سواله. مطلب باید همون تعداد خونه ها و طبقات ما باشه که برقرار بود حدش، بعد پیوستگی، یه ذره جلوتر مماس‌پذیری رو مشتق هم با هم بررسی میکنیم. بریم سوال بعدی. سوال شماره 38 گفته تابعی با این قیافه و با این ضابطه به ازای کدام مقدار آ در نقطه به طول 0 پیوسته است؟ خب آقا قرار است دوباره داستان پیوستگی رو بررسی کنیم، حد و پیوستگی، با من همراه باش. آقای امینی حد چپ حد راست از این داستانه، x وقتی نوشته مخالف 0 این یعنی چی؟ یعنی آقا یا از 0 بیشتر یا از 0 کمتر، یعنی x به سمت 0 مثبت و منفیش همینجا، یعنی حد چپ و راستش یه نقطه میفته. خب پس من میرم حد چپ و راستو بالا حساب کنم. بچه نگاه کنید، هستش 1، x به روی یک منهای رادیکال یک منهای x. خب من 0 بذارم میشه 0 0. خب پس اگر من بخوام حد چپ و راست رو حساب کنم، به یه دونه حد چپ و راست متاسفانه میخوره به 0 0. روش حل 0 0 چیه بچه؟ هوپیتال. هوپیتال یعنی چی؟ یعنی مشتق صورت به مشتق مخرج. اوکی خب
من اگر بخوام از صورتم مشتق بگیرم میگم ایکس مشتقش میشه یک. یک که مشتق نداره، یه منفی. رادیکال دارم، رادیکال یه خط کسریه، دوتا رادیکال هرچی میبینی میاد تو مخرج، مشتق این میره تو صورت، یعنی چقدر؟ منهای یک. هاپیتال یعنی مشتق صورت و مشتق مخرج. مشتق ها هم بچه ها یه یاداوری خیلی کوچولو بکنیم، بچه یه رادیکال ابر رو خواستید مشتق بگیرید، اینجا فرجش هم باشه دو، مشتقش میشه ابر پریم، دو رادیکال ابر. خب اوکی، ببین پس اینجا میشه دو تا رادیکال هرچی هست، مشتق منهای سی منهای یک میره بالا. این منفی هم که هستش، منفی رو با منفی میتونم چیکار کنم؟ ساده کنم. حالا ایکس به سمت صفر میره، صفر رو بنداز اینجا، کلن ساده میشه، میشه یک، اینجا میشه کلن یک دوم، دور در دو نزدیک در نزدیک کنیم میشه دو، یعنی حد چپ و راست من شد دو. تر را گفته تابع پیوسته است، یعنی مقدار تابع در نقطه صفر که آهم بشه باید با حد چپ و راست برابر باشه، یعنی باید چه عددی بشه؟ دو. تمام شد رفع کارش، یه هوب زدیم، خدا نگهدار. بریم بعدی. سوال شماره 39 گفته به ازای کدام مقدار A این تابع در نقطه به طول 2 پیوسته است. بچه گزینه هاش نگاه کنید، 4 4 و نیم 5 هیچ مقدار. اونایی که توی گزینه هاش هیچ مقدار هست یه کوچولو از دانش آموز دقت کن، آقا برای چی نایش رو برده؟ شاید یک مطلبی داره، پس به این هیچ مقدارا تو تستا دقت کنید. خب آقای امینی، تابع داستان پیوستگیش رو مثال های قبلی گفتی، بدون فوت وقت، x به سمت 2 کمتر، x مساوی 2، x به سمت 2 بیشتر. خب بیام تو پایین، 2 بیشتر هیچ شرایط خاصی نداره، بچه جزواتون رو نگاه کنید. خب میشه 2 به علاوه 2 جواب 4. این از این. خب آقا مقدار تابع در نقطه 2 هم شده آ، پس اینم باید حتما بشه 4 دیگه. اما همینجا بررسی رو تمام نکن، این یکی رو هم نگاه کن، x به سمت 2 منفی میره. آقا این که 3x میشه 2 3 تا 6 تا، منهای 2 کمتر. بچه 2 کمتر یعنی مثلا 1 کنیم، براکت 1 کنیم میشه چقدر بچه ها؟ میشه 1. 6 منهای 1 میشه چند؟ 5. سوال شرایط چجوری بود؟ گفتیم این خونه ها رو در نظر بگیر، طبقه اول حد، طبقه دوم پیوستگی. عزیز من حد یعنی چی؟ یعنی حد چپ و راست باید یکی بشه، اما نشد. 4 و 5 مساوی هم نشد، دیگه در مورد پیوستگی صحبتی نکن، این تابع به ازای هیچ مقدار آ پیوسته نخواهد بود. بریم بعدی. سوال شماره 40 گفته به ازای کدام مقدار آ تابعی با این قیافه در نقطه x مساوی منفی 2 فقط از چپ پیوسته است. ببینید فقط از چپ پیوسته است یعنی تابع پیوسته نیست، اما یک تعریفی رو ما میخوایم اینجا بیان کنیم. ببین تو باید حد داشته باش، اوکی، یعنی باید حد چپ و راستش برابر باشه. حالا میریم طبقه دوم پیوستگی. تابعی پیوسته است تو تعریف نظام جدید که حد چپ و راست با مقدار تابع یکی باشه که تابع میگیم پیوسته است. دیگه داستان پیوستگی چپ و راست نداریم. اما اگر حد چپ شما، دقت، حد چپ شما با مقدار تابع برابر باشه بهش میگن پیوستگی چپ. اگر حد راست شما با مقدار تابع برابر باشه بهش میگن پیوستگی راست. اینو داشته باشید، فقط تو این سوال میخوایم بررسیش کنیم. خب پیوستگی چپ، پس حد چپش رو بررسی میکنم بچه ها. x به سمت آقای امینی گفته منهای دو نباشد، خب یعنی هم حد چپ هم حد راست، اما شما منهای دوی منفیش رو باید بررسی کنید. آها وقتی که این علامت حدی رو دیدی، دقت 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 به این میگن علامت حدی. آقا این چشم باز، بذار خارجیش کنیم چشم آبی بشه مثلا. آقا نگاه حدی فراموش نشه، نگاه حدی یعنی آقا قدر مطلق، براکت، مثلث، یه دو ضابطه وسط ایجاد کنه. الان وقتی بیای اینجا ببین، شما داری 8 به علاوه x 2 این x 3، اینجا هم داری قدر مطلق x به علاوه 2، قدر مطلق داره به چشمک میزنه. یا آقای امینی پس این داستان داره ها؟ میگم بله داستان داره. x به سمت منهای 2 بره، بی خیال نماد حدیش بشید، اینجا میشه 0 0 مبهم. اما قبل از اینکه هوپیتال بزنیم باید داستان این قدر مطلق رو برطرف کنیم. آقا منهای دوی منفی یعنی از سمت چپ به منهای دو نزدیک شما، مثلا منهای دو نیم بندازی این تو، ذات اینو منفی میکنه، چون ذاتش منفی میشه با یه منفی میاد بیرون. حالا میشه x به علاوه 8. آقا جان هوپو بزن تمامش کن بره دنبال زندگیش.
مشتق این میشه منهای یک، مشتق اینم میشه سه ایکس دو. تمام آقا به جای ایکسش بذار منفی دو، منفی دو به توان دو چهار سه چهار تا دوازده، جواب منفی دوازده. خب مگه نگفته پیوستگی چپ یا از چپ پیوسته باشه؟ یعنی مقدار تابع در نقطه دو که آ هست باید با حد چپش که منفی دوازده باشه برابر باشه. کدام گزینه؟ گزینه یک. بریم بعدی. سوال محترم 41 گفته در این تابع کدام بیان درست است؟ خب من قیافه‌شو دارم میبینم کدام بیان درست است. چهار تا هم گزینه داره. x داره به سمت عدد میره، جواب شده بی‌نهایت. خب داستان یادآوری کنیم. ببین بچه x اگه به سمت عدد میرفت جواب میشد بی‌نهایت، میگفتیم حد بی‌نهایت. اما اگه x به سمت بی‌نهایت میرفت جواب یا عدد میشد یا بی‌نهایت، بهش میگفتیم حد در بی‌نهایت. نگاه حدی اینجا باید کامل و دقیق باشه. خب تا برای نگاه کنید شماره 41 من قرار لیمیت چی رو بگیرم؟ x2 منهای 1 رو دارم، اینجا هم x به علاوه قدر مطلق x. آقای امینی قدر مطلق برای ما اصلا داستانش همیشگیه دیگه. من با یه رنگ دیگه هم قدر مطلقش رو مشخص کنم که دانش شما حواسش باشه. من اینجا داستان دارم. ببین اگه x به سمت صفره، حالا مثبت، x به سمت صفر منفی. ببین عزیز من x وقتی به سمت صفر منفی میره ذات اینو مگه منفی نمیکنه؟ خب میگی بله ذاتش منفی میشه. قدر مطلق رو بردار یه منفی بذار. خب من قدر مطلق رو بردارم یه منفی بذارم میشه x منهای x. x منهای x میشه صفر، اما صفر مطلق میشه. ما تو این نگاه حدی چشمه رو دوباره بکشیم بچه‌ها، این چشمه نگاه حدی، نگاه حدی عزیز دل من، ما میگیم عدد به روی صفر جواب میشه بی نهایت. اما گلم عزیز من صفر حدی یا بعضی از معلم ها میگن صفر نسبی، ما صفر مطلق نمیخواییم و صفر مطلق اروره، تعریف نشده است. شما مثلا اول دبیرستان بودید یا دهم بودید عدد و وقتی به صفر میزدید ماشین حساب میزد ارور یا تعریف نشده. سوال اینجا چرا میگه بی نهایت، اینجا چرا میگه تعریف نشده؟ میگه آقا این صفر مطلق، ماشین حساب تو بردار بزن 5 تقسیم بر صفر میزنه ارور میترکه. چرا؟ چون میگه این صفر مطلقه، اینجا هم صفر مطلق میشه. ما نگاهمون باید نگاه چی باشه؟ حدی باشه. پس صفر ما باید صفر حدی باشه. این عددم یا مثبت یا منفی که جواب اون میکنه یا مثبت یا منفی. خب پس صفر منفی بذارم اینجا میشه صفر مطلق، اصلا به درد من نمیخوره. صفرای منفی رد کن بره، بیام تو صفر مثبت. صفر مثبت بذارم خب میگه اینجا ذاتش مثبت میشه، پس اینجا میشه 2x، اینجا میشه x2 منهای 1. خب من دارم صفر مثبت میذارم، یعنی از صفر یک کوچولو اونورتر. نگاه کن صفر منهای 1 مثبت 1، اینجاهایی که منده خدا داره میخنده صفر مثبته، اینجاهایی که داره وسط گریه میکنه صفر چیه؟ منفیه. سمت راسته سمت چپش علامت داره. اینجا ذاتشون مثبت، اینجا ذاتشون منفیه. خب بچه صفر مثبت اینجا رو که میکنه مثبت. خب آقای امینی اینجا هم که میشه صفر، حالا هرچی هست منهای یک میشه یه عدد منفی، میشه عدد منفی. اینجا هم صفر حدی مثبت، مثبت در منفی جواب میشه منفی. منفی چی؟ بی نهایت. یعنی کدام گزینه؟ گزینه یه چهار. انشاءالله که توضیحات کافی بوده باشه. پس عدد به روی صفر حدی. اوکی بریم بعدی. سوال شماره 42 گفته تابع با این قیافه از نظر پیوستگی در x مساوی 2 چگونه است؟ گزینه هاشو ببین. از چپ پیوسته پیوسته، از چپ ناپیوسته، از راست ناپیوسته و از راست پیوسته. یعنی آقا داستان چپ و راستش رو مطرح کرده. نگاه کنید. خب بچه‌ها x داره به سمت چند عددی میره؟ 2 میره. x به سمت 2 مثبت بالاه، x به سمت 2 منفی هم همون بالاه. مقدار تابع در نقطه 2 هم شده 2. ما اینو میگیریم به عنوان مرجع، به عنوان اینکه پیوستگی چپ و راست میخوایم با این بسنجیم. اگه حد راست مساوی این شه میگیم پیوستگی راست، حد چپ مساوی این بشه میگیم پیوستگی چپ. بریم دنبال تابع. خب نگاه میکنم بهش میگم ای دلمون روشن شد، یه قدر مطلق هست. یعنی آقا علامت مهمه. x دو منهای 4 که سر جاشه بنده خدا کاری به ما نداره، ما هم بهش کاری نداریم. بیا x دو منهای 4
دو هم سر جاشه، ما به این هم کاری نداریم. خب اگه ایکس به سمت دو بیشتر بره، این تو میشه مثبت، ایکس منهای دو میاد بیرون. اما اگر به سمت دو کمتر بره، اون قدر مطلق منفی میشه، منفیشو بذار اینجا، ایکس منهای دو. خب بچه اگه من بذارم دو میشه صفر صفر، پس میرم سراغ آقای هوپیتال. هوپو بزن. اگر از این هوپ بزنیم چی در میاد؟ در میاد دو ایکس منهای چهار که هیچی، اینجا هم که دو ایکسه در میاد دو. اگر از این هوپ بزنیم از این هم در میاد دو ایکس، از این هم میشه منهای دو ایکس که میشه منهای دو. خب آقا اینم که با این بزن، اینم که با این بزن، ایکس و منهای ایکس شد دیگه. خب ایکس به سمت دو داره میره، اینجا میشه دو، اینجا میشه منهای دو. خب خودت بگو، حد دراز شد دو، مقدارم شد دو، پس کدام گزینه؟ گزینه چهار از راست پیوسته است. بریم بعدی. سوال محترم 43 میگه اگر تابع fx به این صورت باشه، حاصل لیمیت fx x هم هنگامی که x به سمت منفی بی نهایت میره کدومه؟ خب رسیدیم به حد در بی نهایت، x داریم به سمت بی نهایت. خب x داره به سمت بی نهایت میره، محور x رو تصور کن، x داره به سمت بی نهایت میره. خب ما اینجا یه قانون داریم به نام قانون پرتوان، اون اینو انتخاب میکنیم که توانش پرتر یا بیشتر یا زورش بیشتر باشه. اوکی، حالا میخوام حاصل این حد رو به دست بیاریم. نگاه کنید آقا، لیمیت fx x، خب fx چی بوده؟ fx رو داده دیگه، x منهای رادیکال 4x2 به علاوه x به روی مخرج x، x داره میل میکنه به سمت منفی بینهایت. ببین عزیز من، اینجا قدر مطلقه باید خودشو نشون بده، حالا تو سوال نیست ولی تو باید به دستش بیاری. به رادیکال ها توجه کن، به رادیکال ها. ایکس شما داره به سمت منفی بی نهایت میره، قضیه پرتوان رو میخوای تو صورت و مخرج اجرا کنی، تو مخرج که بنده خدا ایکس بیشتر نداره، پس ایکس رو حساب کن. توی صورت بین علما اختلاف میفته، این میگه من میخوام باشم، این میگه من میخوام باشم، اما این توانش یکه، این 4x2 به علاوه ایکس زیر رادیکاله، به توان یک دومه، این میتونه جذب داشته باشه و بیاد بیرون. ایکس رو بنویس، منها رو بذار، میگیم آقای 4x2 شما میتونی ساده بشی بیای بیرون، جذرش میشه قدر مطلق 2x. دیدی قدر مطلق اومد بیرون؟ حالا به قدر مطلق میگیم داخل تو یا ذاتش مثبت یا ذاتش منفی. x شما داره به سمت چی میره بچه‌ها؟ منفی بینهایت. پس ذات این میشه منفی. خب اگه ذاتش بشه منفی، وقتی بخواد بیاد بیرون با یه منفی میاد، اینجا میشه مثبت، پس میشه x به علاوه 2x، جواب 3x. x هم با x بزن، جواب 3. حواستون به قدر مطلق و رادیکال توی هنگامی که x به سمت بی نهایت میره باشه. بریم بعدی. سوال شماره 44 گفته نمودار تابع f به این صورته، این تابع در چند نقطه حد دارد ولی ناپیوسته است. خب به تعریف نظام جدید مراجعه میکنیم بچه، نقاط ابتدا و انتها از یک طرف، نگاه کنید، از یک طرف تابع وجود داره، از یک طرف وجود نداره، همسایگی یک طرف داره. نقطه سی رو نگاه کنید، از یک طرف تا به وجود داره، یک طرف تا به وجود نداره، همسایگی وجود نداره. اوکی، ابتدا انتها رو میگیم آقا اصلا این تا به حد نداره، خدا نگهدار. گفته حد داشته باشن، این دو تا کی برید؟ خب بیایم سراغ بی. بی یه ذره بیشترش میاد پایین، یه ذره کمترش میره بالا، اینم که حد نداره. نقطه صفر یه ذره کمترش یه ذره بیشترش به یک عدد میرسه، فقط تو نقطه صفر حد دارد اما پیوستگی هم نداره. تابع چیه بچه‌ها؟ سوراخه. این سوراخی که تو شکل میکشه در واقع نباید بکشه، انگاری نیستش، یعنی تابع شما اومده اینجا دیگه نیست، اینجا شروع شده. این نقطه تو خالیه که داره برای شما میکشه، داره میگه آقا اینجا تابع نیست، یعنی پاره شده، تابع گله خورده، دیگه وجود نداره. پس میشه چی بچه‌ها؟ تو یه نقطه، اونم نقطه صفر ما هستش. بریم بعدی. سوال شماره 45 منحنی تابع f به این صورت، اگر لیمیت f x هنگامی که x به سمت منفی بی نهایت بره بشه l، آنگاه حاصل لیمیت f x هنگامی که x به سمت منهای l منفی میره کدومه؟ دو مرحله. اولا که x من داره به سمت بی نهایت میره، خب این x منه به سمت بی نهایت، یا این وری یا این وری. خب منفی بی نهایت، عزیزان تشریف بیارید این وری. وقتی تابع شما به سمت منفی بی نهایت میره، این دست رو نگاه کنید، داره به سمت چی میره؟ منفی بی نهایت. داره تابع شما رو میرسونه به این نقطه چینه، به این نقطه چینه میگم مجانب افقی. نگاه کن، داره می افق، تو افق داره بر شما میرسونه، به عدد منفی یک میرسید. خب من رسیده منفی یک، اینجا شد منفی یک، پس اینجا میشه منهای یک، منهای منهای یک میشه مثبت یک. خب مثبت یک کمتر، این یک، این عدد یک،
یه کوچولو کمتر بیا اینور از سمت چپ بهش نزدیک بشو. تابه شما رو داره میبره به سمت این نقطه چینه، داره میبره به سمت بالا، مثبت بینهایه. بچه به این میگن مجانب قائم. البته مجانب قائمش رو نگاه کنید، یه دستش بالاه یه دستش پایینه، بهش میگن یواشکی در گوشی. قائم منفصل یعنی اینا منفصل فردن، یکی بالای یکی پایین. اگه دوتاش کنار هم بودن بهش میگفتن منفصل زوج. حالا اینا از کتاب کلا حذف شده، ولی این داره اینوری میره، اینم داره اینوری میره دیگه، این شد مثبت بی‌نهایت. کدام گزینه؟ گزینه 3. بریم بعدی. سوال شماره 46 گفته به ازای کدام مقدار A این تابه در نقطه صفر پیوسته است؟ بله قیافش همچنین کوچولو خشنه. چرا خشنه؟ چون مثلثات پاش باز شد به حد و پیوستی. نگاه کنید بچه، من یک یاداوری بگم، باز هم میگم مشتق روابط مثلثاتی از کتاب شما حذف شده، اما بلد باش. مشتق سینوس x و مشتق کوسینوس x و مشتق تانجانت x، این سه تا رو بلد باشید. مشتق سینوس و مشتق کوسینوس و مشتق تانجانت. ببین این دوتا که مانند هم بودن تو مثلثات، گفتم کو یونانیه یعنی مانند، سینوس کو سینوس یعنی مانند سینوس. مشتق سینوس میشه کوسینوس، مشتق کوسینوس هم میشه سینوس. آقا چقدر راحت بود، فقط اونا که کو دارن یه منفی میشن، یاد نره. مشتق تانجانت چی میشه؟ میشه یکه به علاوه تانجانت دوی ایکس. این هم هست. حالا اومدیم و ایکس نبود، یک بسته بود اینجا. خب مشتق سینوس بسته میشه کوسینوس بسته، ضرب در مشتق خود بسته. مشتق کوسینوس بسته میشه سینوس بسته در مشتق بسته. مشتق تانجانت بسته میشه یک به علاوه تانجانت دوی بسته، ضرب در مشتق بسته. این مشتق رو هم بلد باشید. حالا اگر من بیام اینجا یه دایره مثلثاتی هم بکشم برای بچه هایی که عشق مثلثات هم، مثلا علکی ما همه هم عشق مثلثات، به این میگیم سینوس. پس اینجا میشه سینوس ایکس، اینجا میشه منفی سینوس ایکس. این بنده خدا این بالا مثبت، این پایین منفی. به این میگیم کوسینوس، کوسینوس ایکس اینجا مثبت، اینجا منفی کوسینوس ایکس، این بر منفی. آقا حل دیگه، این ور مثبته، این ور منفی. آقای امینی خب این مثلثات چه ربطی به مشتق داره؟ الان رفتش رو بهت میگم. آقا مثل دایره مثلثاتی اینوری میچرخید، یعنی برخلاف عقرب های ساعت. حالا من میخوام شما ساعت گرد بچرخید، یعنی سینوس بشه کوسینوس، کوسینوس بشه منفی سینوس، منفی سینوس بشه منفی کوسینوس، منفی کوسینوس بشه سینوس. بچه این یعنی مشتقشون، مشتق سینوس میشه کوسینوس، مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس، مشتق منفی سینوس میشه منفی کوسینوس، و مشتق منفی کوسینوس میشه مثبت سینوس. حالا بعضی میگن دانشگاه انتگرال هم دارم. یا انتگرال چی؟ آقا انتگرال دقیقاً برخلاف این حرکت میکنه، یعنی انتگرال این میشه این الی آخر. ربطی نداره به شماها، میدونم دارم اضافه میگم، اما به دردت میخوره. ما سال پیش سرسری 98 یه حد به همون داده بودن، این حد اصلا حذف شده تو کتاب، ولی اومد بی نهایت منهای بی نهایت. ولی یه دفعه اومد دیگه، حالا آقا داستان چیه؟ اومد. ما اینا رو هم داریم میگیم یه دفعه اومد، دادن شما هنگ نکن. خب علی جان بیا اینور با من. گفته این تابه در نقطه آ پیوست، به ازای کدام مقدار آ در ایکس مساوی صفر پیوسته است؟ خب بچه اگه ایکس به سمت صفر مثبت یا منفی بره بالایی، صفر بذارم میشه صفر صفرم مبهم. خب اگر مبهم میشه بچه که روش های رفع ابهام چی بود بچه ها؟ هوپیتال بود. یه هوپ بزنیم بریم دنبال زندگیش. خب بریم سراغ هوپیتال. بچه مشتق کوسینوس همین الان یاد گرفتید میشه منفی سینوس ایکس، این منفی. آقا رادیکال داره، خب رادیکال داشته باشه، مشتق رادیکال که بلدی، میشه دو تا رادیکال هرچی هست، میشه پس دو تا رادیکال هرچی هست کوسینوس x، و مشتق این بره تو صورت مشتق کوسینوس بود منفی سینوس x. اوکی خب اینم که منفی، اینم که منفی، میشه یه مثبت، خدا نگهدار. مشتق سینوس به توان 2، بچه مشتق شکارچیه x، اول توان 2 رو میزنه میندازه پایین، میشه دو تا سینوس x. حالا که توان 2 رو زد،
شد دو تا سینوس ایکس، میره خود سراغ سینوس. مشتق سینوس هم میشه چی بچه ها؟ کوسینوس ایکس. حالا من میخوام چیکار کنم؟ صفر رو بندازم داخلش. اما قبلش میام میگم این سینوس داره، اینم سینوس داره، بیام از یه سینوس ایکس این فاکتور بگیرم. از سینوس ایکس این فاکتور من بگیرم، از این ور میونه منهای یک، از این ور میونه یک به روی دوتا رادیکال کوسینوس ایکس. اینجا هم چه دوتا سینوس ایکس ضرب داره کوسینوس ایکس آماده است. خب بچه سینوس ایکس رو با سینوس ایکس میتونم چیکار کنم؟ ساده کنم بره دنبال زندگیش. این هست. خب حالا به جای x هم میذارم صفر. اگر بذارم صفر اینجا میشه کوسینوس صفر یک، یک دوتا کلن میشه دوتا، کوسینوس صفر میشه یک، میشه یک دوم، میشه منهای یک که به علاوه یک دوم، میشه منهای دو دوم یک دوم، میشه منهای یک دوم. پس نگاه کن، یه دونه منهای یک دوم دارم، یه دونه دو یکم دارم، میشه منهای یک چهارم. یعنی کدام گزینه؟ گزینه یک. خب گفته به ازای کدام مقدار آین تا به پیوسته از حد چپ و راست من شد منهای یک چهارم، در نقطه صفرم که مقدار من شده آ، پس آ باید بشه منهای یک چهارم. اما دانش آموز الان میگه آقا ما این داستان رو نداریم، من حق بهت میگم، بهت میدم، نداری عزیزم، اوکی؟ اما گفتم برای اطلاعات. اینجا علی آقا با من باش یه بار دیگه این مشتق رو بگیم. بچه سینوس 2x اگر من بخوام ازش مشتق بگیرم، ببین مشتق شکارچی x، اول میزنه این دو رو میتره کنه، این دو رو وقتی بخواد بزنه خب توانه دیگه، توان میاد ذریع بدون ازش کم میشه، پس میشه دوتا سینوس x. فکر کن این دو رو زد تره کند، توان اومد ذریع بدون ازش کم شد، میشه یک دیگه. نه حالا میام مشتق خود سینوس، مشتق سینوس x هم میشه چی بچه ها؟ کوسینوس x. این هم در مورد مشتق مثلثاتی ها، انشالله که یاد گرفته باشید. میتونیم از روش غیر هوپیتال هم بریم که یه کوچولو طولانی تره. بریم تست بعد. سوال شماره 47 گفته اگر این تابه، اگر حد این تابه بشه یک دوم، آنگاه بی کدومه؟ خب من به این نگاه میکنم، میبینم دو تا مجهول وجود داره، آ بی. بچه اگه x به سمت 2 بره اینجا میشه 2 3 6 6 منهای 2 4 جذرش 2 2 منهای 2 0. آقا اگه اینجا بشه 0 اینجا هم باید بشه 0 که بشه 0 0 روم رفع ابهام کنم بشه 1 دوم دیگه، پس اینجا یه 0 خواهم داشت و بعدش یه رفع ابهام میکنم و میرم سراغ آبی. نگاه کنید 47. پس آقا امین اینجا داشتی لیمیت x منهای رادیکال 3 x منهای 2 و اینجا داشتیم AX به علاوه B، AX به علاوه B X به سمت 2 اگر بره جواب میشه چقدر بچه ها؟ 1 دوم. خب اگه X رو بذارم 2 اینجا که قطعا میشه 0، خب اگه اینجا بشه 0 این منده خدا هم باید بشه 0 که ما یه دونه چی داشته باشیم؟ 0 0 روم داشته باشیم دیگه، نه؟ پس بچه ها اگه 2 بذارم میشه 2A به علاوه B باید بشه 0، نتیجه گیری اخلاقی 2A میشه منفی B. این داشته باش. خب حالا میریم سراغ هوپیتال. 0 0 روم اگه نیستش. فقط بچه وقتی میخواییم هوپیتال بگیریم تو رادیکالیه ها، من قبلتر گفتم یک یادآوری هم بکنم، نگاه کن ایکست که داره میره به سمت یه عددی زیر رادیکال رو 0 نکنه. الان 2 3 6 6 منهای 2 4 0 نشد، 0 شد هوپیتال نمیره. چرا؟ چون اگه خوام هوپیتال برم میشه مشتق داخل رادیکال، دو تا رادیکال هرچی هست دیگه، خب دوباره مخرج رو صفر میکنه، پس به درد نمیخوره. پس الان اگه هوپیتال بگیرم اینجا، اینجا میشه آ، بی که میپره، ایکس که میشه یک، منهای دو تا رادیکال هرچی هست یعنی 3x منهای 2 و مشتق 3x منهای 2 چقدر میشه بچه ها؟ میشه 3. خب بچه ایکس به سمت عدد 2 میره، بذارم اینجا 2 3 تا 6 6 منهای 2 4 جذرش 2 2 2 تا 4 تا، پس میشه 1 منهای 3 4 به روی آ 1. خب بله اینجا میشه 4 4 منهای 3 4 میشه 1 4 به روی آ 1، پس میشه 1 به روی 4 آ. خب بچه‌ها 1 به روی 4 آ جوابش بعد بشه 1 دوم، بعد بشه چقدر؟ 1 دوم. خب 1 که با 1 برابره، 4 آ اگر بخواد بشه 2، پس آی شما 4 تقسیم میشه، میشه 2 چهارم، 2 چهارم هم که میدونید میشه 1 دوم. پس بچه ها آی من شد 1 دوم. خب دانش آموز میگه آقا آ رو نمیخواد که، بی رو میخواد.
میا اینجا به جای آمیزر یک دوم، پس میشه دو ضرب در یک دوم که میشه یک. یک میشه منهای بی، پس بی تو میشه منهای یک. توی منفی ضرب کنی بی شما میشه منهای یک. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره دو. بریم بعدی. سوال شماره 48 گفته حاصل این حد رو به دست بیارید. 2x دو علاوه 5x دو علاوه 3 به روی 2 منهای رادیکال 2 علاوه رادیکال 3 منهای x، x به سمت منهای 1. تست کنکور اخیره. خب اگه منهای 1 بذارم تو صورت میشه 0، تو مخرجم میشه 0، میشه 0 0 روم مبهم. بریم هوپیتال بزنیم. مشتقا رو یاد گرفتیم که اینجا به دردمون بخوره دیگه. ببین لیمیت خط کسری 2x دو به علاوه 5x به علاوه 3. اینجا چی دارم؟ دو منهای رادیکال اول رو بچه من با مشکی میکشم که هست دویه و علاوه رادیکال دوم رو با قرمز میکشم هست سه منهای ایکس. ایکسه داره به سمت چه عددی میره؟ منهای یک. اینجا بذارم صفر صفر رو مبهم، هوپیتال رو میزنم. فقط تکرار کنم، زیر رادیکال صفر نمیشه. اگر این صفر میشد من هوپیتال نمیزدم، گویاش میکردم، یه بلای دیگه سرش میوردم. خب بریم سراغ هوپیتال. هوپیتال یعنی مشتق صورت به مشتق مخرج. خط بکش میشه 4x به علاوه 5. دو که هیچی، یه منفی داره باشه. بچه یه رادیکال مشکی میبینید، وقتی رادیکال دیدید میدونید مشتقش میشه خط کسری دوتا رادیکال هر چی که هست بره تو پایین، میشه دویه به علاوه رادیکال سه منهای ایکس. خیلی خوب. و مشتق این، مشتق اینجا که من مهره میزنم یعنی کل این بسته، باید بیا تو صورت. دو که مشتق نداره، اما این بنده خدا خودش مشتق داره. دوباره رادیکالی، دوتا رادیکال هرچی هست و مشتق داخل خودش که میشه منهای یک. اوکی یه بار دیگه علی جان، بچه ها اینجا رو نگاه کنن. بچه ها رادیکال اگر داشته باشه این داخلش هرچی باشه، اینجا فرجه دو باشه، مشتقش دوتا رادیکال هرچی هست به مشتق این ابره. حالا این ابره خودش میتونه یک عبارت چی باشه؟ دوباره بگی رادیکالی باشه. خب از این میخوای مشتق بگیری، دوباره همین بازی تکرار میشه اینجا دیگه. خب حالا به جای x میذاریم چقدر بچه ها؟ منهای یک. x به سمت منهای یک میرفت، منهای یک بذارم میشه منهای 4 به علاوه 5 که میشه مثبت یک، منفی هم که با منفی میره. منهای یک بذارم میشه مثبت یک، سه چهار جذرش دو، دو و علاوه دو چهار جذرش دو، دو دو تا چهار تا، یه چهار اینجا یه چهار یکم بذاریم. اینجا هم بذارم میشه مثبت چهار جذرش دو، خب دو دو تا هم چهار تا میشه یک چهار. خب ببینید ما الان تو مخرجمون، تو صورتمون شد یه دونه یک، توی مخرجه یه دونه یک چهارم به روی یه دونه چهار یکم دارم. چه اگه اینو دور در دور نزدیک در نزدیک کنم میشه یک شونزده هم. یه دونه دیگه دور در دور نزدیک در نزدیک کنم میشه عدد چند بچه ها؟ 16. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 3.